در مورد این قسمت ها توی بخش قبل با هم یه صحبت کوچیکی کردیم و یه نگاه کوچیکی به این قسمت ها انداختیم توی این قسمت ما میخوایم بیشتر به نگاه کردن یعنی در واقع توی درس های بعدی ما میخوایم بیشتر روی اسکوپ هامون و چیزهایی که اینجا داریم صحبت بکنیم اما قبل از اینکه من میخوام اسکوپ ها رو برای شما توضیح بدم یه نکته خیلی 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 مهمی هست که شما باید در مورد کالر بدونید اگر شما برید توی اتاق ستاپ در واقع توی تب اول توی پراجکت ستینگتون یعنی توی شات گریدز و مسجز یا یوزر پرفرنسز اینو نمیبینید فقط توی پراجکت ستینگ هست یه عنوانی شما اینجا داریم به اسم برادکست سیف که اگر من آفش بکنم شما یه تغییر کوچیک توی این اسکوپ اینجا میبینید توی شرایط عادی به صورت دیفالت این عنوان روشن هست برای خیلی از شما که قبلا کار کالر کورکشن انجام دادید میدونید که این برادکست سیف به چه معناست ما توی تلویزیون خیلی از رنگ هایی که توی فیلم داشتیم یا روی نگاتیو بوده رو نمیتونیم پخش بکنیم در واقع تلویزیون رنگاش خیلی محدودتر هستن من اگر بیام روی این یکی تصویر شاید خیلی مشخص‌تر و واضحتر باشه در واقع عکس اصلی من این تصویر بوده اما وقتی من برادکست سیف رو روشن میکنم شما میبینید به محض اینکه من این برادکست برادکست سیف رو ببخشید روشن میکنم رنگ های من خیلی تغییر میکنن زرد من از زرد خیلی روشن خورشیدی تبدیل میشه به یه زرد کم رمختر و سایان هم, هم همینطور خیلی تغییر شدیدی میکنه تبدیل میشه به یه رنگ خیلی سبزتری علتش اینه که این دوتا رنگ توی تلویزیون دیده نخواهند شد اما وقتی شما برادکست سیف رو آن بکنید دیده میشن منظورم از دیده نشدن این نیست که اصلا کلا محو بشن به این صورته که به این رنگ ها تبدیل میشن و ممکنه حالا یه مقدار فلیک بکنن یه مقدار چشمک بزنن نکته که وجود داره اگر شما دارید اصلاح رنگ میکنید برای تلویزیون کار خروجیتون قرار تو تلویزیون قرار بگیره پخش بشه در واقع حتما برادکست سیف رو آن بکنید اگر شما دارید اصلاح رنگ میکنید برای فیلمی که قرار رو تبدیل بشه به یه فیلم سینمایی پرینت قرار بشه روی نگاتیو و قرار رو توی سینما پخشه میتونید این برادکست سیف رو آف بکنید و قطعا یه مقدار گستره بیشتری از رنگ ها رو نرم افزار به شما نشون میده و میتونید بیشتر روشون کار بکنید الان شما این اسکوپ من رو اگر نگاه بکنید رنگ های من اینجا وجود دارن و اینجا وجود دارن در مورد در مورد وکتور اسکوپ بیشتر با هم صحبت میکنیم ولی به محض اینکه من برادکست صفر رو روشن میکنم شما میبینید که گستری اونها خیلی محدودتر میشه و رنگ های من خیلی تغییر میکنند اگر من این روشن بکنم شاید بشه به صورت خلاصه گفتش که اگر شما دارید برای هر جور کار تلویزیونی کار انجام میدید برادکست سیف رو آن بکنید و برای خروجی گرفتن روی نگاتیو میتونید اون رو آف بکنید